درود بر شما، سلام. صبح چهارشنبه پنجم بهمن ماه مصادف با 25 ژانویه‌تون نکو باشه. من اهورا نیازی هستم، خیلی میجنگم که سرحال باشم جلوی دوربین، ولی از درون واقعا حالم بده به سبب تمام محدودیت‌هایی که تو زندگی هممون هست. هر روز باهاش مقابله میکنیم، بعد هر روز به خودمون روحیه میدیم که بجنگ، قوی باش، کم نیار، برای همین ادامه میدی به مسیرت، ولی یه جایی بهت یه رخ سنگین تر نشون میده، تو بیشتر کم میاری، تو بیشتر حالت گرفته میشه. و دوست داشتم آرامش به دست آوردنم رو با شما انجام بدم. کاری نداشت اینا رو کات بزنم، نشون ندم. نمیخواستم خودم واسهتون سانسور کنم. خبر امروز سرتیترهای زیادی داره، برای همین خیلی هاشون رو در حد یک خط بیان میکنیم و میریم سراغ خبر بعدی. باعث افتخارمه که ویدیو رو با لایکتون حمایت کنید و کانالم رو به دیگران معرفی کنید. سامسونگ نور نمایشگر S23 ها رو به 1750 نیت خواهد رسوند و این یعنی روشن‌تر از تمام نسل قبلیش. نکته جالب اینه که این قابلیت فقط قرار نیست به نسخه اولترا اضافه بشه، به S23، S23 پلاس هم اضافه احتمال زیاد خواهد شد. فیلم شاهکار نتفلیکس تحت عنوان هیچ خبری در جبهه غرب نیست یا All Quiet on Western Front نامزد اسکار شده. من این فیلمو براتون سپویل نمی کنم، اما اگر به فضای جنگ جهانی دوم علاقه دارید، اگر از اون فیلم هایی که هر صحنش عین یک تابلو نقاشیه علاقه دارید، به شدت پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببینید. مدت زمانش طولانیه، روند فیلم کنده، اتفاق خیلی خاصی هم نمیفته در فیلم، ولی فوق‌العاده خوش ساخته، تصاویرش شاهکارن، نور پردازیش بی نظیره. عربستان سعودی سرمایه گذاریشو در صنعت درون ها افزایش داد. کمپانی ژاپنی هست به عنوان ترا درون که در همکاری که با عربستان سعودی داره، یک پلنی عربستان داره برای 2030 که از خودش یک منطقه فوق‌العاده پر تکنولوژی و ادوانس بسازه. از این در این زمینه با این شرکت ژاپنی ترا درون داره همکاری میکنه تا بتونه زیرساخت‌های نفتی گازیش رو خیلی قوی‌تر از پیش جلو ببره. این همکاری در واقع از همکاری شرکت آرامکو، بزرگترین شرکت تولیدی نفت، اتفاق می‌افته و یکی از اهدافشون این هستش که درج شدن منابع گازی نفتی رو بتونن در سطح منطقه مدام رصد بکنن، به علاوه اینی که کلن از محصولات هیدروکربنی خودشون رو فاصله بدن و بتونن در نسل جدیدی از نقل و انتقالات کشورشون رو بهبود ببخشن با نگاهی در به آینده. وقتی کارت اینه فقط مطالب تکنولوژی رو بخونی، هرس میخوری از این که خدای من دارم در مورد چی حرف میزنم؟ مملکتم گیره چه چیزیه؟ دولت مردانم در گیره چه چیزیه؟ دولت مردان اون امش اشتباه بود. ریکن مورتی ادامه داره، اما بدون گوینده اصلیش، آقای جاستین رولند. جاستین رولند تو سریال ریکن مورتی وایس اکتور ریک و مورتیه و به سبب شکایت‌های خیلی زیادی که ازش شده، گویا ایشون در کلاهبرداری‌های زیادی نقش داشتن، ازشون شکایت شده و از این سریال اخراج شدند. اگر در جریان نیستید، ریکن مورتی یک سریال ادالت، یعنی نه که ادالت باشه به عنوان مثلا سریال ناجور، اما سریالی هست مثل امریکن داد، مثل فامیلی گای، ریت 17 سال به بالا دارن، مربوط به کمپانی هست به اسم ادالت سویم. خیلی بامزه است، من که حال نمی کنم باش خیلی، ولی خب بامزه است، سریال بامزه ایه. یوتیوب از یک برنامه رونمایی کرده که به دانش آموزان کمک میکنه ارزون تر سر از کالج در بیارم. خب هزینه های کالج که بالاست. حالا یوتیوب
یک برنامه رو معرفی کرده در همکاری با دانشگاه آریزونا که داخل اون تحت ویدیو دوره‌های مختلف درسی سال اول کالج رو دانش آموزان سپری می‌کنن. در مجموع برنامه داره تا ژانویه سال 2025 12 تا کورس برگزار بکنه که این کورس‌ها شامل یک سری از علوم پایه مثل تاریخ آمریکاست، بعد ریاضی داره و یه سری ارتباطات انسانی و اینجور چیزا، درسای مخصوص خودشون هستش. نکته جالبش اینه که حداقل امتیاز ورودی نداره، هر کسی میتونه ثبت نام بکنه، مطلب دانش آموز باشی در رجیستر شده آمریکا. قیمتاش خیلی جالبه، شما یه 25 دلار پرداخت میکنید برای ثبت نام، در صورتی که قبول بشی $400 بابت هر کورس پرداخت میکنید. اما نکته جالبش اینجاست که افرادی که بنیانگذار این واقعه هستن، همکاری دانشگاه آریزوناست، یوتیوب و یک صفحه، یک پیج، یک کانال یوتیوب به عنوان کرش کورس که 14 میلیون سابسکرایبر داره و کارش همیشه آموزش بوده. احتمالاً سونی PS5 Pro رو عرضه نمی کنه و مستقیم هدفش رو میذاره رو PS6. از اونجایی که PS5 فوق‌العاده عملکرد عالی داشته، از لحاظ سخت افزاری باگ نخورده، نترکیده CPUش، فنش، احتمالاً نخوان نسخه پرو براش بدن بیرون و مستقیم برن روی PS6. اگر کاربر سامسونگ هستید گلکسی استورتون رو آپدیت کنید، چون براش یک باگ امنیتی اومده و از طریق اون هکرها میتونن هر بدافزاری که بخوان رو توی گوشی شما نصب کنن. همین حالا برید گلکسی استورتون رو آپدیت کنید. اپل یک فیلم کوتاه جالب درست کرده از معرفی امکانات جدید امنیتی آیفون ها که طی یکی دو سال گذشته روش کار کردن. لینک کل ویدیو رو تو بخش دیسکریپشن براتون میذارم، خودتون میتونید ببینید. بازیگری هم که همراهشون میکنه بازیگر سریال تد لاسو هست، بازیگر کمدی این سریال کمدی یعنی. یه برند استارتاپی در پلتفرم ایندیگوگو از یک قابی رو نمایی کرده تحت عنوان آیپیکس. این آیپیکس یه قاب عادیه که برای گوشیت میخری، اما روش نور سوار شده، نورهای قابل تنظیم که برای دوربین سلفی، برای دوربین اصلی قابلیت استفاده داره. داخل خودش باتری داره که نورها رو شارژشون رو تأمین میکنه، به علاوه این که همین باتری تا 60% میتونه ظرفیت باتری شما رو افزایش بده. اما نکته جالبش اینه که ماژولی داره برای اضافه کردن فیلترهای رنگی به روی لنزهای دوربینتون که استفاده میکنید، آبی، زرد، قرمز، نور اندی بتونید، لنز اندی بتونید اضافه بکنید. بعد از اون طرف یه قابلیت دیگری داره که مثل یه دونه مموری ریدر شما پورت HDMI، میکرو SD، USB، HDTV، SD، حتی SD هم بتونید اضافه بکنید تا از دستگاهتون به عنوان یک گجت تصویر برداری حرفه‌ای‌تر بتونید بهره ببرید. خبر ناراحت کننده برای طرفداران بازی World of Warcraft یا همون WoW. در چین سروری که طی این 20 سال گذشته میلیون‌ها کاربر چینی رو برای بازی World of Warcraft آنلاین میکرد، شات داون شده به تازگی. خود بلیزارد اعلام کرده که فکر نکنم کسی تو برنامهش خمیازه بکشه. خود بلیزارد اعلام کرده که اکانتاتون رو بکاپ بگیرید تا دوباره براتون سرور رو اندازه کنه. گیم پلی نسخه دیولوپر استریت فایتر 6 بالاخره در اینترنت رویت شد. تیم مدرس سیستم عامل گوشی موبایل هندی معرفی کرده. بله، درست شنیدید، سیستم عامل هندی در جهت استقلال نسبت به دو سیستم عامل گوگل و iOS. هندی ها سیستم عامل برای خودشون طراحی کردن، چه خفن.
البته تو ایران هم میخوان سیستم عامل بومی بسازن، امیدوارم موفق بشن. قابلیت عکس های پویای جدید اینستاگرام به شما کمک میکنه که عکس پروفایلتون به صورت پویا بین آواتارتون و عکس خودتون جابجا بشه. اما پیشنهاد میکنم اگر این قابلیت اومد استفادهش نکنید، چون آواتار متا فوق العاده زشتن. خانوما خصوصا دوست ندارن که عکس زشت بذارن طبیعتا روی پروفایل آواتارشون. چند تا خبر کوتاه بخونم از دیجیاتو. موفقیت در توسعه واکسن خوراکی کرونا و محققان تونستن فاز اول واکسن خوراکی کرونا رو راه اندازی بکنن. این واکسن در نیوزیلند در فاز ابتدایش موفق شده که عملکرد خوبی رو ارائه بده، ولی نیازمند سرمایه گذاری هستش. خبر بعدی. شرایط خرید خودروهای وارداتی در بورس کالا چیست؟ موافقت شد که تا پایان امسال نزدیک به 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور بشه. درسته. تا الان چیز حدود 55 هزار تاش ثبت شده که شامل خودروهای کیا، خودروهای جدید کیا و 2140 دستگاه و 19 هزار خودرو چینی چانگانه که قرار اینها وارد بورس کالا بشن. بورس کالا یک بستر فروش شفاف و منصفانه به حساب میاد. این شکلیه که کالا توش قرار میگیره و مزایده میشه قیمت اون. حالا نکته جالبش اینجاست که هر فرد با کد ملیش میتونه یه دونه دستگاه بخره. نکته جالب اینه که محدودیت خرید از سال 98 رکوردش ثبت میشه. یعنی فکر میکنم شخص اگر از سال 98 خرید کرده باشه، خرید خودرو، دیگه نتونه تو بورس کالا ثبت نام کنه. فکر میکنم. مطمئن نیستم، اما برای ثبت نام در بورس کالا و خرید از طریق اون که هنوز مشخص نشده کی آغاز خواهد شد، به محضی که خودروها ترخیص بشن، کار گمرکیشون انجام بشه، مستقیما وارد بورس کالا خواهند شد. شما نیاز به مراجعه به کارگزاری ها دارید، کد بورسی نیاز دارید، افتتاح حساب وکالتی دارید و از همه مهمتر واریز بخش یا کلی از مبلغ خرید خودرویی که میخواید انجام بدید. ایناش هنوز در حالی از ابهام، هنوز کامل مشخص نشده است. دستاورد جدید دانشمندان، ساختن ماده‌ای با الگوبرداری از پای ملخ که میتواند تا 200 برابر ضخامت خودش بپره. فوی، فکر کنید توی ربات‌ها همچین چیزی رو به کار ببرن، بعد اون ربات بشه ربات جنگنده در میادین نبرد و بعد فکر کنید اون ربات در حالت عادی بتونه 1 متر بپره و با یک جهشش تا 200 متر میتونه بپره. 200 متر، خدای من، خیلی وحشتناکه. آخرین خبر رو میدم به ترسناکترین خبر، مربوط میشه به توییتی از دیجیتو. معاونت حقوقی وزارت علوم در نامه ای از رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی خواسته تا لیست اعضای هیئت علمی خود را برای دریافت اینترنت باز ارسال نمایند. برای دریافت اینترنت باز. من نمیدونم، وقتی ما در مورد اینترنت طبقاتی حرف میزدیم، اون افرادی که میگفتن بابا اینا خودشون وهم دارن، این چه حرفیه دارن میزنید، نمیدونم اونا چی تو مغزشون بوده، چه درکی از دنیای، از سیاست‌های رفتاری دولت ایران برداشت کردند که فکر کردن چنین چیزی اتفاق افتادنش محاله یا خیلی دوره. یه روزی خواهد آمد که من نوعی دیگه وجود نداشته باشم ویدیو بسازم. امیدوارم در قید حیات باشم. منظورم اینه که پلتفرم و ساختاری نباشه که دیگه بتونم براتون حرف بزنم. از الان میگم امیدوارم اون روز دل قوی دارید و برای امیدها و آرزوهاتون بسیار بیشتر از قبل بجنگید. زندگی و عمر ما آب روانی است که می رود. ما هم ذره‌ای در این آب روان. تلاش کنید به اون جهتی که دوست دارید، توی اون شریانی که دوست دارید برید. نذارید فقط زندگی شما رو ببره. خودتونم شنا بکنید گاهی مخالف جهت آب. میدونم کار سختیه، میدونم بیمای فطیره، میدونم جیب هممون خالیه، هیهات چه کار میشه کرد. روز خوبی داشته باشید.